alfa یک و دو دهم. شیش منهای ام آلفا شیش منهای یک و دو دهم میشه چار و هشت دهم. حالا این چی گفته؟ درست بخونم. میگه ذرات حل شونده، ذرات حل شونده شما هاش ایکست بعد از یونش به قبل از یونش چقدره؟ بعد از یونش، البته گفته حل شونده، کلشو داره میگه، مجموعشونو داره میگه. اگر میخواست فقط هاش ایکس باشه باید میگفت اسید. وقتی گفته حل شونده، حالا یه ذرم بعد نوشته، کاش میگفت کل ذرات محلول، ولی ذراتی که تو محلولتون وجود داره. ما 4 و 8 دهم مول هاش ایکس داریم، یا 4 و 8 دهم مولار هاش ایکس داریم، 1 و 2 دهم مولار هاش مثبت داریم، 1 و 2 دهم مولار هم ایکس منفی داریم. نسبت تعداد اینا رو خواسته بعد از یونش به قبل از یونش. من رنگم رو عوض بکنم. بعد از یونش چقدر ذره دارم؟ به قبل از یونش، بعد از یونش 1.2، با 1.2 با 4.8 رو هم میشه 7.2، 6.2 درست میگم؟ 1.2 با این میشه 6، با این میشه 7.2. بعد از یونش 7.2، قبل از یونش هم بوده 6 تا. ببین وقتی تعادل می نویسی واسه بار هزارم، وقتی تعادل می نویسی قدم به قدم اینا رو داری. 6 مولار اول بودی، x مولارت رفته، x مولار از این تولید شده، x مولار از این، رسیدی به لحظه تعادل. این میشه بعد از یونش، در هنگام تعادل. مجموع ذرات، ببین منو، بعضی وقتا میپیچونتت. ببین اینجا گفته کل ذرات، تو هم یونا رو حساب کردی هم مولکول یونیزه نشده رو. بعض وقتا اذیتت میکنه، میگه نه مولکولای اسید میشه 6 منهای ایکس، خیلی ممنون. یونهای تولیدی میشه ایکس و ایکس. پس وقتی میگه کل ذرات میشه هم یوناش هم مولکولای یونیزه نشدهش. اگرم بخواد اختصاصی هم اینا رو میتونه بگه، اینا یونهای تولیدی هم. یا دیدی یا توی سوالهای آینده میبینی، میگه مجموع یونهای تولیدی میشه اینا، مولکولای یونیزه نشده میشه این، نسبت یونهای تولیدی به مولکول یونیزه نشده، مجموع این دوتا به این. هر کاری بکنه ما رو تعادلمون دونه دونه اینا رو داریم. مجموع ذرات بعد از یونش 7.2، ذرات قبل از یونش، قبل یونش اینا لحظه اول فقط شما هاش ایکس داشتی، 7.2 مجموع اینا به روی 6، 7.2 به روی 6 میشه 1.2. برای قسمت B جواب درست رو میخواسته، 3. برو 28 دیگه، قشنگ تمرین تو، انقدر تعادل نوشتم دیگه فکر نمیکنم کسی باشه اینجا غلط بزنه. 28 آزمون قلمچی هفته اول آبان سال پیش، بدو باریکلا، بدو.